27 دسامبر با مارتیک. آهوی پر کرشمه اومد به پای چشمه، دادا نیاز لبهاش لبهای بیژن مرتضوی. رقص بکن چرخی بزن به ریتم موسیقی و من. کامران و هومن. بگو چه جوری بشم مثل خودت، دلمو به همه بدم. 25 بند آرش. دستا بالا دستا بالا دو شنبه 27 دسامبر شبی به یاد ماندنی با مارتیک، بیژن مرتضوی، کامران و هومن، 25 بند و آرش. تورنتو اینترنشنال سنتر. تلفن اطلاعات 647-771-44-34. برای اطلاعات بیشتر به سایت starnation.ca مراجعه کنید. سلام به شما بینندگان عزیز، امیدواریم خوب و خوش باشید و آماده تا برنامه دیگری از برنامه های شبکه جهانی تلویزیون شاهد باشید. به اتفاق دوست و همکار خوبم مهتاد اجیر عزیز در خدمت شما هستیم در روز سه‌شنبه که برنامه دیدنی ها رو براتون داریم و برنامه خبرهای فوتبالی اروپا رو. مهتاد جان خوش آمدید. خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. امروز دوم دسامبر هست، در هوای سرد و برفی تورنتو در خدمتتون هستیم. اگه اجازه بدین اول با یه برنامه دیدنی‌های ورزشی که در واقع یک صحنه‌هایی از یکی از فیلم‌های سینمایی خیلی مورد علاقه ما همه ایرانی‌ها و جوان‌ها هستش، از فیلم بلوک 13، جایی که این ورزشکار خوب پارکورکار تو این فیلم بریم ببینیم که چی کار می‌کنه. ورزش جدید دارم درست کردن با این پارکور، خیلی طرفدار در واقع تلفیقی از چندین ورزشی که در یک ورزش پارکور خیلی طرفدار پیدا کرده تو دنیا این روزا. بله، حالا توضیح هم بعدش من خدمتتون راجع به ورزش پارکور بریم. پس با هم دیگه شروع کنیم با فیلمایی که هست، هم دیدنی ها رو داریم و هم اواسطش و در کنارش فوتبال های اروپایی هم به شما تقدیم می‌کنیم. برنامه هم کارگردانش امروز پویا جان هستش که فیلم‌ها رو تهیه کرده، آماده کرده و دیدنی ها هم که مهدا جان زحمت کشیده. بریم با هم دیگه نگاه کنیم و آغاز برنامه رو یه مقدار پوزش می‌خوایم. دیر شروع کردیم دستگاه‌ها یه مقدار تا آماده بشه، در فیلم ها رو بسریم لود بشه طول کشیم. بریم شروع کنیم.
straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone. Carry on with the freestyler. این فرار مرگبار رفت داخل فرار کرد. بله اجازه بدید که من توضیحی هم بدم. این مربوط صحنه ها مربوط به فیلم بلوک 13 یاد به ایرانی میشد شهرک مستقل 13 که با بازی خوب دیوید بل، یاد قبضای بلتون نیفتین که باید بریم پرداخت کنیم. یکی از ورزشکاران خوب رشته پارکور هستش که تو چندین فیلم سینمایی هم درخشیده و خیلی خوب بازی کرده. اول فیلم هم یه خورده بدآموزی داشت، ولی هدف ما نشون دادن قابلیت‌های ورزشی بود و غیر از این هدف دیگه‌ای نداشت. حرکاتی که می‌کرد واقعا خیلی بدن آماده و سر حال و سیکس پکش هم که نشون میداد بعد از بروسلی چشمو به این آقا روشن شد دیگه. بله. خیلی خب پس این ورزش پارکور که پارکور دیگه درسته؟ بله. این روزا خیلی طرفدار داره، خیلی میری توی فعالیت‌های ورزشی، خلاصه کاری که سینمایی انجام میشه. تو فیلم جیمز باند هم که داشتیم الان صحبتش می‌کردیم، مهرجا گفت چند تا از بچه‌های ایرانی که اون دفعه مهرجا تعریف کرد و این گروه رو تشکیل داده بودن در فیلم جیمز باند هم بازی کردن این بچه‌ها. بله همینطوره. حالا فیلماشو ان شاءالله بعداً مهرجا یه گزارش کاملی در این مورد حتما از بچه‌های خوب ایرانی گروهمون. گروهشون اسمشون چیه؟ گروه استانت 13. اوکی، استانت 13. استانت 13. اکشن 13. بریم پس نگاه کنیم پویا جان باز برامون چی آماده کرده. فوتبال اروپا رو هم گفتیم براتون امروز نمایش خواهیم داد، بازی‌های لیگ‌های اروپایی و باشگاه‌های اروپا هم که تصاویری آماده شده رو در فواصل این فیلم‌های دیدنی‌ها برای شما خواهیم داشت و اگر جایی هم احتیاج به توضیح باشه روی فیلم توضیح. من اگه اجازه بدید یه توضیح بدم راجع به پارکور چون قرار بود برای بینندگان بگیم. پارکور از اگه مسابقات اسب سواری رو دوستان دیده باشن و وقتی که اسب سوارکار و اسب از روی مانه پرش میکنن به اون میدان اسب سواری به اون مانه ها پارکور گفته میشه. این رشته پارکور هم از همونجا اومده، از کسانی که پرش میکنن از روی موانع مختلف و با سرعت های مختلف و احتمالاً
شکل‌های مختلف ممکنه از دستشون استفاده بکنن و ممکنه جاهایی از دستاشون و چقدر جالب اصفات زیادن میپرن و بسیار ورزش پرطرفداری صحنه‌های زیادی رو در برنامه‌های آینده خدمتتون نشون خواهیم داد. اما اگه اجازه بدین الان بریم سراغ یه رکورد خیلی خوب جهانی توی رشته چتر بازی که تعداد زیادی چتر باز از پیرزنه که نیست. نه اون دفعه پیرزنه بود. نه این دفعه تعداد زیادی از چتر بازا میدونید که مدت کمی وقت دارن که یه شکل خیلی زیبایی رو روی هوا از کنار هم بودن هم دیگه بسازن. بریم ببینیم اگه شد که روی تصویرم بیشتر باهاتون صحبت میکنیم. ببینیم. سود رکورد 2012 هستش که در سال 2012 انجام شد. روی زمین دارن تمرین میکنن، خودشون آماده میکنن که این همه آدم بعد رو هوا. بله فرصت خیلی کم و هماهنگی بسیار بسیار زیادی میخواد واقعا این کار. واو و واقعا انجام یه همچین کاری روی زمین هم توی یه مدت خیلی کم نیازمنده یه هماهنگی زیادیه دیگه، چه برسه اینکه بخوان روی هوا از هواپیماهای مختلف پرش کنن و توی فرصت کمی شکلای قشنگی بسازن. دقیقاً بله که شکل قشنگ و فاصله ها خیلی مهمه برای که کوچکترین برخورد و عدم هماهنگی توی این پروازها زایه های جبران ناپذیری رو، یعنی غیر قابل کنترلی رو. بله به این سادگی نیست که ما می‌بینیم، ما الان به چشم می‌بینیم الان ساده است و دارن میرن، ولی به این شکل نیست. بله. و هوا خیلی مشکله کنترل و تنظیم کردن خودش. تلفیقی از هماهنگی و کار بهترین چتربازهای دنیا با بهترین هماهنگی و کارگردانی مربیانی که اینا رو در کنار هم دیگه قرار دادن. دید که با سرعت همشون از هواپیما میپرن و به هم متصل میشن. نکته جالبش اینه که اینا به هیچ عنوان از هیچ وسیله برای اتصال به همدیگه کمک نکردن، حتی دستاشون هم به همدیگه نمیگیرن، ولی توی فاصله مناسبی از همدیگه قرار میگیرن. لباساشون هم همه مخصوصه مثل که برای این داستان. بله وینگ سوت تنشونه، همون لباس حالت خفاشی که هفته پیش دو هفته پیش یه فیلمی ازش نشون دادیم که کنترل و تعادل خوبی رو به چرخ باز میده. باشه میدن روی اون میدونه که باشه مشخص باشن. بسیار جالب واقعا در یک ساعت از هوا با یک سرعت مناسب میدونید که وزن انسان ها باعث میشه که سرعت بیشتری رو به سمت زمین حرکت بکنن و اینکه واقعا تونستن این هماهنگی رو وجود بیارن واقعا یک رکورد در گینس و در صنعت پرواز و این سود به حساب میدن. مربیشونه. بله اینجا هم تمرینایی هستش که در روی زمین دارن نشون میده که چقدر با هم تمرین کردن قبل از پرواز. جالب بود. اینم چتربازای مدلی که رو هوا یعنی واقعا خودشون رو میخوان تنظیم کنن بایستن تو اون فشار هوا خیلی سخته. بله تمرین زیادی میخواد. خیلی قشنگ با هم دیگه جفت و جور بودن و معلوم بود که کار زیاد شده بود. خب دیگه کارشون رو حرفشونه و رکورددار گینس هم هستن دیگه. دیگه خب مهران جان بریم سراغ گزارش بعدی. یعنی که شما میخواین در فوتبال بریم هرجور فصل نگاه کنیم، یکی دیگه هم نگاه کنیم، سه تا بشه یکی دیگه میبینیم. این یه کمی جالب هست، احتمالاً بعضی از دوستانم شاید دیده باشن ولی خالی از لطف نیست دوباره دیدنش. من خواهش می‌کنم که صدای مهران جانم باز باشه که گزارش کنه این پنالتی جالب فوتبال رو برای بینندگان عزیز. یه دروازه‌بان خیلی خوش شانسیه. مثل من میمونه. خب این بازی به پنالتی کشیده شده.
اینه که نگاه میکنید دروازه‌بانشون داور مثل که اخراج میکنه، اینه حالا از یاد تیم ذخیره‌شون میارن یا از بین تماشاگرها میاد، بالاخره یه دروازه‌بان پیدا میشه برای اون تیم وایسه تو گل. حالا